همون کلنگیه، یعنی یا مشت بلند کنی زنده باد این عینک، یا مشت بلند کنی مرگ بر این عینک. نمیگه آقا این عینک یک خوبی داره یا بدی داره دیگه. یک عموجون هم گفتش که ارتش کودتا کرد، منتظر برکنه هم کرد، منم میگم دیگه عموجون هم گفته. پسر داریم گفت شبا میمخ مزده و کنار دار، منم میگم دیگه چون پسرم اون گفته. هشت، با وجود مخالفت شدید سرتیبریایی رئیس ستاد ارتش دولت مصدق و دیگران به دستور و اصرار مصدق، سرتیب محمد دفتری که معروف به همدستی با کودتاچیان بود، ضمن حفظ ریاست نیروهای مسلح گمرک به ریاست فرمانداری نظامی تهران و نیز همزمان به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد و لذا این سه بازوی مسلح دولت مصدق منفعل یا در اختیار مخالفان مصدق قرار گرفت. ببینید، با مخالفت با مخالفت شدید ارتش، با مخالفت شدید سرتیبریایی رئیس ستاد ارتش مصدق، آقای سر بله سرتیب محمد دفتری، سرتیب محمد دفتری پسر خواهر مصدق بود، خواهر مصدق همسر آقای دکتر متین دفتری شده بود و این سرتیب خواهرزاده مصدق بود و مصدق میدونست که این طرفدار شاهه و مخالف مصدقه و با وجود که رئیس ستادش مخالفت جدی میکرد ولی مصدق به این سه تا پست داد. ضمن حفظ ریاست نیروهای مسلح گمرک و ریاست فرمانداری نظامی تهران و نیز همزمان به ریاست شهربانی کل کشور منصوب، نه شهربانی تهران، شهربانی کل کشور منصوب شد و لذا این سه بازوی مسلح دولت مصدق منفعل یا در اختیار مخالفان مصدق قرار گرفت. نو با وجود خواهش یاران نزدیک مصدق برای فراخواندن مردم به خیابان ها و با استمداد کمک مردمی از طریق رادیو، دکتر مصدق برخلاف اردوغان در ترکیه از انجام این اقدام حیاتی خودداری کرد. از این رو در سراسر روز 28 مرداد رادیو تهران با پخش برنامه‌های عادی و اعلام نرخ عینات کالا مشغول بود. پس بنابراین ببینید چرا آقای دکتر مصدق اصرار کردن که بیاید از رادیو مردم بخوام بیاید تو خیابونا؟ چرا نخکوم مصدق مخالفت کرد؟ بلکه مصدق میدونست با رفتن شاه دولت اون لقمه چپل نزوده میشه. مصدق بعد از رفتن شاه پی برد که با رفتن شاه دولت ایران دست حزب توده میفته و آقای دکتر مصدق چپی نبود، آقای دکتر مصدق طرفدار خود برجوازی ملی بود، آقای مصدق مردم ایران دوست بود و هیچ وقت نمیخواست ایران بخش مسکو بشه. با وجود اصرار برخی از یاران دکتر مصدق، خصوصا دکتر فاطمی، مبنی بر توزیع اسلحه در بین این نیروهای توده، دکتر مصدق ضمن امتناع حیرت انگیز در مقابله با گروتاچیان از هوادارانش خواست در خانه هایشان بمانند و از هر گونه تظاهرات سلطنتی در روز 28 مرداد خودداری کنند، درست برخلاف اردوغان تا ترکیه. مهندس دیرکزاده که از ساعت اولیه روز 28 مرداد در خانه مصدق بود میگوید در آن روز واضح بود که دکتر مصدق مردم را در صحنه نمیخواهد. تمام آنهایی که در آن روز در خانه نخست وزیر بودند بارها و بارها تک تک و یا دست جمعی از او خواهش کردند اجازه دهد مردم را به کمک بطلبید، موافقت نکرد، حتی حاضر نشد اجازه دهد با رادیو مردم را خبر سازیم. مصدق با تقاضای او دکتر فاطمی برای خبر کردن مردم از طریق رادیو مخالفت کرده بود. مصدق
نقشه خود را داشت و نمیخواد در آن تغییری دهد. زیرکزاده پرسش های بیپاسخ در سالهای استثنایی صفحات 140، 304، 311، 322، 325. یازده، ما در مقابل مستند دیگری به امکانات حیرت‌انگیز قدرت نظامی تشکیلاتی حزب توده در آستانه 28 مرداد اشاره کردیم. با توجه به قدرت نظامی تشکیلاتی به نظر می رسد که مصدق ادامه نبرد را دیگر به سود خود و صلاح ملت ایران نمی داند. به همین جهت در بامداد 28 مرداد پیشنهاد دکتر فاطمی مبنی بر به ستاد ارتش دستور داده شد و تا اصله در خیار تو دایی ها بگذارن را رد کرد. حسین مکی صفحات 241 دریست میبخشی صفحات 411-412 ببینید این همه دلیل دیگه بیشتر میخواهید. بله امیدوارم که همون هر که ناموزد از گذشته روزگار هیچ ناموزد زهیج آموزگار. امیدوارم که درک کنیم بفهمیم بی خودی قفل نزنیم به باور ملت ایران در مورد 28 مرداد. یزبین آقای دکتر مصدق اشتباه کرد، متوجه اشتباه شد، کنار رفت. حالا هرکی میخواد بگی. اجازه من یه دوتا بخش دیگر رو کنم برم بقیه اینا رو بردم کنم. یک گروهی تشکیل شدن به نام آینده ایران، اگه بخواید وبسایت شروع بدید آینده ایران داد ارگ. یک گروه انسان هایی هستن آگاه، با اطلاع، بی نظر. تحصیل کرد. یک گروهی تشکیل شدن و این گروه به زودی جلسه خواهند گذاشت در تورنتو. من البته با این گروه آشنایی زیاد ندارم، فقط میدونم آقای دکتر لاجوردی که از همکارای ما توی تلویزیونی تو هستن در اون گروه فعالیت داره، نه اینکه رهبر اون گروه هست. اونجا یک گروه رهبر خاصی وجود نداره، من با تشکیلاتش زیاد آشنا نیستم، فقط میدونم آدم های درستی اونجا درم شدن، آدم هایی که از جبهه ملی هستن، از طرفداران پادشاهی هستن، حتی از کومله هم هستن و از گروه های چپی هم اونجا هستن. یک گروهی هستن که فقط هدفشون راعی ملت ایران، سربلندی ملت ایران و سرنگونی این رژیم جلاد فعلی است. من توصیه میکنم برید روی سایتشون ایشون این گروه برنامه‌هاشون ببینید و اگر دوست داشتید به اونا بپیوندید یا اعلام حمایت کنید. من به اونا نمیپیوندم به دلایلی، ولی ازشون اعلام حمایت میکنم. گروه آینده ایران داد ارگ اگه بخواد برید همینطوری وبسایتشون همین آینده ایران داد ارگ برید میتونید این رو ببینید. زمان سوال کردن که برنامه من یعنی پرویز مینویی چجوری میشه دوباره دید. این برنامه در یوتیوب هست، بزنید اگر یوتیوب میاد، اگر بزنید پرویز مینویی هم احتمالا میاد. این برنامه که توی یوتیوب هست مثلا فرض کنید که ممکنه 30-40 ردیفش باشه با تاریخ، هر کدوم بخواید البته یه دفعه گوش کردید دوباره میخواید گوش کنید خدا به دادتون برسه. خب حالا مطلب دیگری رو بگم براتون. در ترکیه دارایی 187 کارفرمای آن کشور رو دولت ترکیه دارایی 187 کارفرمای آن کشور رو ضبط کرد. آقای اردوغان ترکیه رو به راه بدی میبره، راهی که خواسته ابرقدرت هاست. نمیخوان
نمیخوان یک ترکیه منسجم باشه، نمیخوان یک ایران منسجم باشه، نمیخواستند ایران زمان شاه باشه. من نمیگم شاه آدم خوبی بود یا بدی بود، ولی ایران داشت به روح خوبی میرفت، به راه خوبی میرفت. ایران به سوی شکوفایی صنعتی و کشاورزی میرفت. آقای کشاورزی از طریق دولت شکوفا میشد، از طریق بخش خصوصی هم شکوفا میشد. بسیاری آدم ها، آقای حاجی برخوردار در یک کشت صنعتی جیرفت، نه کشت صنعتی دولتی جیرفت، شاید اسمانشون یه دل فرق داشت، یکی مثلا کشت و صنعتی جیرفت بود، یکی مثلا یه جوری بود، برای یکی دولتی بود، یکی خصوصی بود. اونی که خصوصی بود مال حاجی برخوردار بود. حاجی برخوردار همونی که تلویزیون شاب دورت رو درست میکرد، همونی که لوازم خانگی درست میکرد، همونی که میخواست کارخونه درست کرده بود، که مدرسه داشت، دبیرستان داشت، شبانه روزی درس میداد. بسیار آدم خوشفکری بود. بعدم وقتی آقای خمینی تو پاریس بود، رفت تمام اتاقای کارهای آقای خمینی رو تلویزیون مدار بسته گذاشتی برایش، این مقدار کارهای زیادی کرد. آقای خمینی اومد تمام سرمانش یه رو بردن الان تمام همه کرد. در هر صورت در اونجا اومده بودن میوه ها رو، بهترین نوع میوه رو از جاهای مختلف آورده بودن اونجا پرورش دادن، نهال میفروختن. ببینید نهال پرتقال، درخت پرتقال میفروشیم، نهال سیب میفروشیم، سیبایی که مثلا واشنگتونیه، سیبایی که نهان چجوریه، نمیدونم چیزایی، انگورایی که مثلا عجیب غریبه، بسیار خوبه. همینطور در مورد حیوانات، دام ها، گاوگوسفن، بهترین نژاد، یعنی بخش خصوصی میرفت این کارها رو میکرد. حکم دستگیری افرادی که داراییشان ضبط شده نیست صادر شده و پلیس استانبول اعلام کرده که 60 نفر آنها را اکنون بازداشت کرده. ببینید یعنی مثلا فرض کنیم که آقای ایروانی صاحب کفش ملی ایران بازداشتش میکنه. حالا اگر آقای خمینی بیاد بازداشت کنه، خب آقای خمینی اومده که صنایع ایران رو منحل کنه، کشاورزی ایران رو منحل کنه، این رژیم اسلامی اومده که ایران رو کثافت خونه کنه. اما خود شاه که دستگیر نمی‌کرد که. آقای اردوغان، همین آقای اردوغانه، آقای رجب طیب اردوغان در دولتش میاد صاحبان صنایع رو، سرمایه‌شون رو مصادره میکنه، خودش رو دستگیر میکنه. ای بابا، دادستانیه ترکیه اعلام کرد که حجم ضبط دارایی های شخصی بیش از 3000 قاضی و دادستان برکنار شده این کشور صادر خواهد شد. دولت ترکیه بر این نظر است که این قضاوت و دادستان ها احتمالا در ارتباط با فتح الله گلن هستند. ببینید چقدر بلبشو شده. چون این قاضی طرفدار عبدالله گلنه، اموالش رو میگیریم، خودش هم دستگیر میکنیم. ببینید باز من یه بحثی بکنم برم بقیه مطالب. ببینید یک گروه هایی میخوان ما ایرانیان رو نسبت به گذشته خودمون بی علاقه و بی توجه کنن و گذشته خودمون رو مسخره ببینیم. آقا محمد خان قاجار، بابا بل کن آقا محمد خان قاجار، مرده دیگه، ما مرده پرستیم، بیم از آینده بگیم. رضا شاه، بابا رضا شاه خوب یا بد رفت دیگه، بلش کن از ما آینده بگیم. حالا همین هایی که با من میگم، من بگم مثلا فرض کنم که راستی موسیلینی کی بود؟ تو موسولینی رو نمیشناسی؟ تو میگی من نویسنده موسولینی رو نمیشناسی، حالا بهت میگم موسولینی هم مرده دیگه، میگه این فرق داره، این در ایتالیا نمیدونم فلان کرد فلان کرد، باید اینو بشناسیم.
در اسپانیا فلان کرد بعد اینو بشناسیم. من آقای مارکس کیه؟ کارل مارکس؟ تو کارل مارکس نمیشناسی؟ میگم آقا کارل مارکس مرده دیگه، 167 سال پیش مرده. بابا مرده باشه این خیلی مهمه، اینو باید بدونی. حالا مثلا بگم خواهد مقام فران، بابا خواهد مقام فران ولش کن دیگه، این چیه؟ ببینی همین جوری ماره، این جوری کرد. هر کشوری یک مقدار تاریخ داره، یک مقدار اسطوره داره. اسطوره یا میتولوژی یه چیزاییست که مدرکی بر وجودش نداریم و یه مقدار هم با قصه مخلوط شده. مثلا فرض کنی که داستان هلن تروا، درست؟ بعد معاصره تروا، مثلا اون آشیل یا آخیلوس که مثلا پشت روینتن بود، یعنی روینتن بود یعنی تیر روش میزدن نمیخورد، تو بدنش نمیرفت، فقط پاشنه پاش یک جایی بود که اونجا تیر میخورد. مثلا این پاشنه پا را در کتابای بسرا چیز تشریح، یعنی اعضا را شرح میدن، تیکه تیکه شرح میدن، آناتومی به اصطلاح در کتابای آناتومی، اون پاشنه اصلا اون مایچه زرد پی، یعنی مایچه پشت ساق پا رو که وقتی به استخوانهای کف و پا میرسه یه زرد پی هست، زرد پی یعنی اون تیه مایچه مثل تناب میشه، اون تنابه میگن زرد پی آشیل، حتی تو کتاب علمی میگن زرد پی آشیل. خال آشیل شاید وجود نداشته، یا آخیلوس، ولی آخیلوس شاید وجود نداشته، ولی این همه فیلم، چند تا فیلم در باره شده. شاید سامسون اصلا وجود نداشته، دلیل و سامسون شاید اصلا وجود نداشتن، ولی حماسه یهودی هست دیگه. شاید اصلا داوود و گلیات اصلا وجود نداشتن، ولی داوود یک مثلا شخصی بوده که مثلا یه غول بزرگی اومده این با فلاخون سنگ گذاشته اینطوری زده مثلا گیتگاه گولیات خورده افتاده زمین، یک آدم قد کوتاه یا آدم معمولی یک غول بزرگ رو زده انداخته. خب شخص اصلا وجود نداره، ولی ما میریم این طور مثلا به یهودی ها رو مسخره کنیم، میگیم آقا این داوود و گولیات چیه شما میگی؟ سامسون دلیله که چیه میگی؟ یا بریم مسیحا رو مسخره کنیم، بگیم مثلا فرق کنیم که آخیلوس که هلن تروها که اینا چیه درست میکنیم، یا بگیم مثلا فرق کنیم که زئوس رو نمیدونن اون خدایان یونان و اینا چی هم شما میگید. همین اصولان شما این فرق به امریکایی میگید آقا این حاجی فیلیتی داخلی این بابا نویل سانتا کلوز، نمیگه ایرانی سانتا کلوز بیمنیه، به تو میخنده میگه خب بیمنی باشه، من نمیدونم بیمنیه، ولی یه وسیله است که سرگرم میشن مردم، از این شادی در میان، بچه ها جشن میگیرن، بچه ها نمیدونم منتظر میشن دستکششون جورابشون میذارن پر کادو بشه، درخت میذارن که صبح باشن زیرش کادو باشه، اینا فانه، اینا ما با این چیزا سرگرم میشیم. تو میگی اینا دروغیه، من نمیدونم دروغیه. یکی از مراسم همین کریسمس اینا یک عروسک کوچولیست بهش میگن الف، بعد اینو میذارن مثلا میذارن یک گوشه مثلا به روی کمد میشینه، بعد به بچه میگن که این درکتر رو نگاه میکنه، اگه کارای خوب بکنی به سانتا کلوز میگه برات کادو خوب میاره، اگه کارای بد بکنی این نه. بچه خب باور کنه جلوی این نمی چیز نمی کنه دیگه. بعد مثلا فرداش که ما میشه اینو گذاشتن یه جای دیگه، میگن الف رفته اونجا، بعد بچه باور میکنه، بزرگ بچه میفهمه این علکی بود، ولی تا اون موقع حال میکنه دیگه. الو 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 بله، ولی تا اون موقع حال میکنه پدر مادر و بچه با این سرشون گرمه. حالا شما به امریکایی بگید آقا این الف دروغیه، نه من نمیدونم دروغیه،
چی میداری اومدی با من میگی؟ من بهش بگید آن پچه نگار میکنم. میگه آن سر بچه گرم میشه با این چیزا، سانتا کلوز میاد برای بچه کادو میاره. دیگه دارم بچه سعی میکنه خوب خودشو نگرده چون که این الفه مبازه بشه. حالا ما به همه اینا احترام میذاریم، مثلا خودمون تو خونمون کارت میذاریم، کادو میذاریم، تزیینش میکنیم. اما مثلا فرض کنیم که سیاوش رو میگیم آه این که قصه است که آخسته باشه، قصه است که یه ملتی با این حال میکنن، یه ملتی خون سیاوش رو برای خودشون یک واقعه مصیبت ملی میدونن، یا مثلا فرض کنیم یه چیزی رو شادی ملی میدونن. ببینید کیا میخوان ما رو با گذشته خودمون جدا کنن؟ تعارف رو بذاریم کنار. یکی رژیم اسلامی. رژیم اسلامی ما میخواد بگیم که ما علی بود و یه گرزی داشت و نمیدونم فلان بود و پهلمونا و اونامونا بودن و نمیدونم فلان بودن و محمد بود و نمیدونم حسین بود و نمیدونم از یه حرفا. نمیخوان ما بگیم رستم بود. دیگه کی میخوان؟ این کمپانیای فراملیتی، استعمار فراملیتی، استعمار فراملیتی اون استعمار سرمایه‌داریه که هم ایران مستعمره میکنه هم امریکا رو، یعنی برای ملت امریکا با ملت ایران یا ملت فرانسه فرق نداره. این میخواد فقط پولش رو جمع کنه. در نتیجه مثلا فرض کنیم که یک کارخونه، مثلا فرض کنیم که مبل سازی، که وقتی میگه من مبلا میدیم مال امریکاست، این زیاد طرفدار نداره. بلکه اون کمپانی چیز میخواد همه چیز اونجایی که میخواد وارداتی بالا میده، اون میخواد در ازم بگیر که مبل چینی رو بخرید. یا مثلا فرض کنیم که اتومبیل امریکا، بگه فورد، بگه من آقا مثلا من فورد رو میلی ساختم، اتومبیل در امریکا و آلمان درست شد، اصلا توکیو که اتومبیل نداشت که، بعدن اومده به اتومبیل های امریکایی رو بخره. میگه نه، یکی هم ارزونتر هم دوامش بیشتره. پس این استعمار فراملیتی شده، یعنی دیگه اصلا مهمیت نمیده که این جنس مال کجا، کدوم مملکته. مثلا فرض کنه که هر جنسی رو که بهش بدن میخره، دیگه در بند این نیست که این جنس ساخته کدوم کشور چجوری ساخته شده. این استعمار فراملیتی، این اونایی که میخواد این رژیم اسلامی باقی بمونه. کیا میخوان باقی بمونه؟ خیلی روشنه کیا میخوان رژیم اسلامی باقی بمونه. کسانی میخوان رژیم اسلامی باقی بمونه که اونه آوردن دیگه. شما میگید آقای رضاشاه رو انگلیسی ها آوردن. رضاشاه خودت هم گفته، گفته انگلیسی ها من رو کمک کردن بیام سر کار، ولی نفهمیدن چه کسی رو داری میاره. بعد انگلیسی ها اومدن تو ایران با هیله و نیرنگ ارتش رو گول زدن، ارتش ایران رو، نیرو دریای ایران رو گول زدن و ارتش رو یه طرح منحل کردن، یه طرح دوام نیرو دریای ایران هم بین بودن که جایی جنگی ایران رو فرستادن زیر آب. بلکه رضاشاه زیر بار حرف اونا نمی رفت. انگلیسی ها گفتن آقای رضاشاه راهنی که می سازی از مرز عراق بساز تا مرز هندوستان. البته هندوستان با ما هم مرز نیست، ولی خب پاکستان هندوستان یکی بودن دیگه. از این از شرق به غرب بکش که ما اگر می خواهیم بریم بتونیم بریم. آقای رضاشاه گفت نه، من از شمال به جنوب میگیشم، اون دریای خزر رو به خلیج فارس مقام متصل کنه، کارهایی که با کشتی میاد از اینجا منتقل میشه اونجا، از اون ور میاد منتقل بشه اینجا. خب پس رضاشاه رو با ایش اومدن عبه بردن دیگه. پس تا به نفعشون بود که عبه نمیبردن که. حالا رژیم اسلامی رو اووردن که صنایع ایران به اصطلاح کشاورزی ایران، تحصیلات ایران، جوانهای تحصیل کرده رو، همه چیزی
فکر ایرانی رو، مغز ایرانی رو خراب کنه. خراب کنه یعنی که یه اونایی که هستن آلوده کنه با خرافات، اونایی که نمیتونن بذارن برن. کشاورزی ایران رو خراب کنه، همه چی از بیرون بیاره. الان اخیراً شنیدم که دولت گفته که ورود برنج ممنوعه. حالا به چه دلیلی ورود برنج ممنوعه؟ بعد 100,000 تن، حالا عددش یادم نیست، ولی یک مقدار بسیار زیادی برنج رو یک سازمانی وارد کرده. یک سازمانی وارد کرده، خب پس خاله من که وارد نکرده که، دایی شما که وارد نکرده که، معلومه که مثلا سپاه پاسداران وارد کرده دیگه. سپاه پاسداران من فکر کنم 85% آدمای شریفی هم که حتی جنگ کردن، جونشون رو بر کف دستشون گذاشتن، مبارزه کردن، 15%شون قاچاقچی رو دزدن. خب پس بنابراین حالا یه بحث میکردیم، اینا هم گفته که اگه دونالد ترامپ بشه ممکنه که رژیم اسلامی رو خدمتش برسه. ببینید رژیم اسلامی رو چجوری خدمتش برسه؟ بمبارانش میکنه. آخه ما معذری میگن که توی من 6 سال شهر بودم به نام تفرش. تفرشی ها یه مثل داشتن، ضرب المثل داشتن، میبخشید در رازتانش میگه، گفتن خر خلج. یه قومی بودن بهشون گفتن خلج، خلج یک گروهی بودن، روستاهایی بودن، بهشون گفتن اینا خلج هستن. گفتن خر خلج حاضره خودش بدنه تو دره تا به صاحبی ضرر بخورن، یعنی جون خودش از بین دست بده بیفته تا دره حوالش صاحبی ضرر بخوره. حالا ما میخواییم این رژیم اسلامی ضرر بخوره ولی مردم هم کشته بشن، پولا داغون بشه، نیروهای برق و آب و همه تمام بشه، مردم برن تو صف آب و نمیدونم نون رو برن تو چادرها زندگی کنن، نون میگه هر کدوم وایسن صبح تا شب یه تیکه نون بهشون بدن، یه تیکه آب بدن. ما بر مردم خودمون اینه میخوان. تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری سلیمانی. محمد علی فلکی از فرمانده سپاه در سوریه ضمن اشاره به تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری قاسم سلیمانی از نقش نیروهای افغان به رهبری سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه تقدیر کرد. اینا فکر میکنن که مثلا اینا میتونن بیان همه کشورهای عربی رو شیعه، بابا شیعه 10% کل اسلامه، یه چیز مندرآوردی علکیه. اسلام خودش مندرآوردی علکیه، شیعه به توان دو مندرآوردی علکیه. آقای علی خودش دنبال ابوبکر نماز خون بیعت کرد، دنبال عمر نماز خون بیعت کرد، دنبال عثمان نماز خون بیعت کرد. ما میگیم نه، اونا خواسته من علی برقه. بابا اونی که ما میگیم برعکه، اون خودش اونا رو قبول داری، ما قبول نداریم. توی مقدمات نمازمون میگیم اشهد ان علی و ولی الله، ما شهادت میدیم که علی بزرگتر خداست. این یک بچه 5 ساله رفته تو سردابی، یه روزی با اسب شمشیر به دست میاد دنیا رو پر از عبدالدار میکنه. آقای مکارم شیرازی حالا مثلا فکر کرده که مثلا چی شده، مثلا مول باخر مجلسی شده، مثلا برای ما بحارالانوار و هلیت المتقی می نیسته، چون مولا باقر مجلسی در زمان صفویه تمام کتابای شیعه رو اون نوشت، همه این مزخرفات رو اون خوری در بود. حالا این هم خودش میگه من گردون کم نیستم، یه میگه امام زمان سوار یک ابر فشرده میشه، مردی که این نادان ابر رو که فشار بدن، یعنی بخارها رو فشار میدن، بخارها رو فشار بدن آب میشه، ابر فشرده یعنی آب. مکارم شیرازی میگه امام زمان سوار بر ابر فشرده میشود، در تمام جهان حرکت میکند و صدای مثلا مانند صدای رعد دارد. نادان از جو زمین که بریم بیرون دیگه صدا وجود نداره، صدا برای انتقالش یک چیز فیزیکی باید باشه، یک ماده باید باشه. صدای از طریق آب منتقل میشه، یا از طریق هوا منتقل میشه، یا از طریق مثلا زمین. شما اتفاقا زمین صدا رو بهتر منتشر میکنید. شما اگه مثلا
این خیلی اونهایی که ردی بودن پیگیر بودن یه سری بودن ردی ها بودن اینا مثلا میفهمیدن که چی به چیه. مثلا اگه 100 دفعه از سوار از دور میان شما نمیدید اونا نه صداشون میشنوید اما گوشتون رو بذارید زمین اونایی که وارد بوده از زمین میفهمیدن که اینا یه ده سوار دارن میان میبرید تو جنگای همیشه از این استفاده میکردن و قبل از اینکه سوارا دیده بشن برسن اون طرف اگه هوشیار بود میفهمید که چقدر دارن میان و اگر میدونست مثلا خودش یه جایی مخفی میکرد. یه مقاله است آقای کاظم بدیعی در ایرانیان می‌نویسند که ایرانیان آقای تقی مختار منتشر میکنه در واشنگتن منتشر میشه. در یه جایی نوشته که تظاهرات پر از پرچم‌های سرخ و ماه و ستاره‌های میلیونی و فرمایشی. ببینید تظاهرات ترکیه رو که اینم پرچم می‌بینید عکس ماه و ستاره رو چه پرچم‌های قرمز آقای کارون و دیگه میگه فرمایشی. تظاهرات پر از پرچم‌های سرخ و ماه و ستاره‌های میلیونی و فرمایشی استانبول دلیل فرسودگی هاست و دلیل شرکت همه احزاب هم این بود که مجبور شدن بسیاری و در حاشیه رفتن دیگران. البته آنها که آمدن تصویر عظیم آتاتورک را به یاد لایتیته با خود آوردن، یعنی وقتی اومدن به نفع اردوغان تظاهرات کردن تصویر آتاتورک آوردن. یعنی آقای اردوغان تو که میخوای ترکیه رو مذهبی کنی بنیاد ترکیه بر لایتیته است، بر اینکه دو حکومت از مذهب دور، قوانین مذهبی کنارن. کردها شرکت نکردن، عثمان بایدومیر نماینده HDP در پارلمان ترکیه اظهار تأسف کرد که الو it's wrong time, call later on. بله کورتا شرکت نکردند. عثمان بایدومیر نماینده HDP در پارلمان ترکیه اظهار تأسف کرد از کنایه‌های اردوغان و افزود فرصتی بود برای آشتی با 6 میلیون کرد و از دست اردوغان در رفت. شیعان دیگر کشورهای مسلمان که ایران در آرزوی برانگیختن آنها بود رفته رفته متوجه این شدند که به کشور خود و مؤمنان و مریدان زیان می‌زنند و انگ بیگانه گرایی بر آنها خورده است و نیز دریافتند که در خود ایران 18 میلیون سنی حق داشتن مسجد ندارند و همه اینها باعث شده تا ایران به انزوا رود و بانک‌های خارجی اعتماد نکنند. ببینید آقای کاظم بدیعی وقتی می‌نویسن حرفشون حجته، میگه 18 میلیون سنی داریم در ایران. بذارید یه دفعه بمونم این 18 میلیون سنی، 18 میلیون سنی یعنی سه برابر جمعیت سوئد. 18 میلیون سنی حق داشتن یک دونه مسجد ندارن. آقای خامنه‌ای آقا تو کی هستی؟ مثل اینکه میگیم بچه ناتنیا نمیذارن بچه اصلی به غذا بخوره، برای که شیعه اسلام ناتنیه، شیعه که اسلام راست راستی نیست که. بچه 5 ساله تو سرگاه یعنی چی؟ این چیزای غیر منطقی یعنی چی؟ اشهد ان علی ام ولی الله، من شهادت میدم علی بزرگتر خداست، معنیش چیه؟ اینا بی‌معنیه. دین ها همه ساخته انسان هم. خدا ها همه به وسیله انسان ها ساخته شدن، ولی بعضی ها خیلی دیگه از رده خارج هم.
کلنگی ترن، همه کلنگی هست، ولی بعضی خیلی کلنگه. دینش یه مثالش یه خیلی کلنگیه. یه مطلبی رو نوشته آقای مهران مصطفی در همون ایرانیان، عکس آقای مصطفی رو با هم یک نگاهی بکنیم. بله، این آقای مهران مصطفی هستن. حالا من یه بخش از مقالهش رو براتون میخونم. درباره کسانی که از دیگران کمک گرفتن ایشون مقایسه کرده و بعد به اصطلاح گفته که چی بود. آخرین نمونه آقای مصطفی، آخرین نمونه آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران است که در مصاحبه که اخیراً با روزنامه اسرائیلی جروزلم پست کرده مدعی شده است ایران تهدیدی برای منطقه است و دولت ایران با حمایت خود از حزب الله و حماس نشان میدهد که اسرائیل دشمن اصلی ایران است و حزب او و اسرائیل دشمن مشترکی دارند. الو الو، درود بر شما. چون یه دقیقه این نه چون بیاد من این دوباره میگم بفهم بخواهی دوباره. دوستان عزیز، آقای ناصر توکلی رو خطن. آقای ناصر توکلی، من اول برنامه گفتم که اگه بخواید رادیو رو ببینید ایشونو گوش بدید باید برید www.k که علامت رادیو هاست، بعد چون ایشون رادیو ایران هوستون تگزاس هستن پس همه اول حرف اینا rihc.co/.com میتونید به این رادیو 24 ساعته گوش بدید. آقای ناصر توکلی، به برنامه خود تو خوش آمدید. خواهش میکنم. همچنین میتونن روی جیلوی نسبت رادیو ها هم KRIHD رو کلیک کنن. روی جیلوی نسبت فعالا که اولیش داره میتونه، دومیش رادیو ها کلیک میکنن و رادیو ها KRIHD رادیوی ما هستی. بله، رادیو ایران دوستان تهران سپاسگزارم ازتون. مرسی. با تمام بینندگان و شنوندگان درود میفرستم و زنگ زدم به شما بگم که بیمی از اول بشریت تا به حال هیچ وقت در هیچ جنگی در هیچ جای اندازه جنگهای مذهبی و ادیان آدم نکشتن. همه اینا هم که اومدن و گفتن من پیغمبرم جوالرواز بازلی هست رو همیشه در برنامه ها می گفت. شنیدم که پیغمبری اومد، گفتم جهان دارد، گفتم آهی، گفتم برای خوردن اومد. Yeah.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای ناصر توکلی عزیز. مرسی. اجازه بدید که ادامه بدیم. آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان با روزنامه جرزلیم پست یک مصاحبه داشته و در این مصاحبه گفته که ایران دشمن اسرائیل و دشمن ما هم است. همونطور که ایران به حزب الله و حماس کمک میکنه، نوشته که حالا از اینجا از روش بخونم: حزب او و اسرائیل دشمن مشترکی دارند. ایران مقادیر زیادی پول به آنها حماس و حزب الله میدهد. من فکر میکنم که اسرائیل باید ایران را با عنوان دشمن اصلی خود بداند و سعی کند که دشمنش را تضعیف کند. بنابراین اسرائیل باید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی کمک کند. البته نخست بار نیست که آقای هجری دست به سوی قدرت‌های خارجی دراز کردن. ایشان در سال 2011 از امریکا و پیمان ناتو نیز تقاضای برقراری منطقه پرواز ممنوعه بر فراز کردستان ایران را کردند. خب ببینید، یه باری میگم این مطالب آقای مهران مصطفی در روزنامه ایرانیان که در واشنگتن چاپ میشه نوشتن. حالا یه جدیه. بعد از استقلال جمهوری اسلامی، دکتر احمد مدنی به انگام اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امریکا کمک مالی گرفت. او که نفر دوم شد، بعد از مدتی مجبور به ترک کشور شد. اما باید انصاف داشت که در خارج از کشور او از خود انتقاد کرد و از مردم ایران پوزش خواست و شاید در این زمینه او تنها مخالفی است که از کار خود در کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی پشیمان شده است. بعد از ایشان مرحوم دکتر شاپور بختیار به همراهی ببینید مرحوم یعنی در خدا رحمت شما، خدا هیچ که رحمت نمی‌کنه، اصلا خدایی وجود نداره اون چه. بعد از به نظر ما دیگه زنده یاد، بعد از ایشان زنده یاد دکتر شاپور بختیار به همراهی صدام حسین پرداخت. نگارنده به خوبی به یاد دارد زمانی که روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت که بختیار روز بعد از جنگ با عراق با هواپیمای اختصاصی به عراق رفته. بسیاری از این کار از سوی کسی که خود را ملی میدانست متعجب شدند و باورشون نمیشد، اما متاسفانه این همکاری واقعیت داشت. او در جنگ 5 بار به عراق رفت. خود ایشان هم در مصاحبه های مختلف مسئله کمک گرفتن از صدام را مطرح کردند. این سخن او که برای مبارزه با خمینی با شیطان هم همکاری میکنند چندین بار تکرار شده، اما جنگ آنچنان نشد که صدام گمان میکرد. با ایران در عرض 1 هفته از پای در نیامد. در اینجا باز هم باید تکرار کرد که دکتر بختیار نیز کمک‌های مالی را خرج شخصی خود نمی‌کرد، بلکه برای فعالیت‌های سیاسی خود و کمک به نظامیان و خانواده‌هایشان خرج می‌کرد. دکتر بختیار نیز در روزهای آخر در شرایط مالی بدی به سر می‌برد و همکاری دکتر بختیار با صدام، همراهی با شیطان، نه تنها کمکی به او نکرد، بلکه او را از مسلک مصدقی که مدعیان بود کاملا دور کرد، تا جایی که افرادی مانند حسن نزیه و دکتر احمد مدنی از رحمت الله مراغی به همین دلیل حاضر به همکاری با اون نشدن. رژیم جنایتکار ایران بعد شخصی که از بختیار حقوق میگرفت را با پول بیشتر خرید و با کمک اون دکتر بختیار را به صورت حقوقناکی به قهر رسانید. لازم به گفتن است که آقای هاشمی خود با این جنایت از سوی وزارت اطلاعات اعتراف کردن، یعنی آقای هاشمی رفتن جنریه. زمانی که به مسعود رجبی تصمیم به رفتن به عراق گرفت، صدام حسین به خاطر نیروی نظامی که مجاهدها داشت او را فردی قابل‌تر برای همراهی با سیاستش دانست و
و از آن زمان که مجاهدین به عراق رفتن، عراق دیگر کمکی به بختیار نکرد. طارق عزیز در مصاحبه‌ای بعد از دیدار با رجوی در پاریس در سال 1980 گفت که رجوی رئیس جمهور مناسب برای آینده ایران است. از آن زمان عراق سیاستش را تنها بر کمک به برخی نیروهای کرد منطقه و خصوصا نیروهای مسئول رجوی استوار کرد. اما این تجربه نیز با حمله امریکا به عراق شکست خورد. اکنون رژیم حاکم بر عراق متحد ایران شده است. با این روزها آخرین نیروهای مجاهدین از عراق خارج می شوند و خانم مریم رجوی در اتحاد با عربستان و گروه های جنگ طلب محافظه‌کارهای جدید در امریکا به سر می برد. اکنون تنها امید سازمان مجاهدین حمله نظامی به ایران است و در این امر هم تلاش می کنند. این سازمان اکنون هم کم اعتبارترین جریان خارج از قدرت است. خب اینم از تصویر فردوسی بزرگ بر اسکناس جدید تاجیکستان. تاجیکستان اسکناس جدیدی به بازار عرضه داشته که تصویر فردوسی و ابن سینا بر آن نقش بستند. روی اسکناس های چاپ ایران تصویر قدس و کعبه دیده می شود. بر ساختمان پست مرکزی آلمان تصویر داریوش می درخشد. در ساختمان های اداری ایران کلمات و جملات به زبان عربی نوشته شده است. میدونید چرا داریوش گذاشتن روی وزارت پست آلمان؟ بلکه داریوش بنیانگذار پست در دنیاست. قبل از داریوش پستی وجود نداشت. داریوش پست رو وجود آورد. خیلی چیزا رو داریوش وجود آورد. جاده سازی رو داریوش به وجود آورد. ایستگاه ها برای کاروان ها در سراسر جاده رو داریوش ساخت. سکه های نواخت برای خرج کردن و وزنها رو مساوی کردن این عمل داریوش کرد. در دادگستری امریکا تصویر کوروش دیده می شود. در دادگاه و دادگستری ایران تصاویر مقدسینی که ایران را به نابودی کشاندند. سازمان ملل متحد به منشور کوروش می بالد. قضات ایرانی رسالات عربی را بر در دیوار اتاقهاشان کوبیدند. چهره رستم در ورزشگاه های روسیه و اسم قهرمانان عرب در ورزشگاه های ایران. در مدرسه یونان تاریخ ایران به دانش آموزان تدریس می شود. کتاب تاریخ ایران ویژه جنگ ها و پیروزی های عرب هاست که فرهنگ ایران را نابود کردند. در ایران باستان هنگامی که کودکی به دنیا می آمد درختی در زمین می کاشتند. در ایران امروز وقتی کودکی داده می شود خون حیوانی را به زمین می ریزند. بزرگترین حقارت تاریخ یخ‌زدگی مغز انسان‌هایی که از اختراع ادیسون استفاده می کنند و با روشن شدن چراغ بر اعراب درود می فرستند. در خاک سرزمین کوروش بزرگ زندگی می کنند و خاک سرزمین های عرب را مقدس می دانند. افسوس و صد افسوس. خب من دیگه وقتی ندارم و اینجا یک مطلبی نوشته شده در مجله جوانان. در اینجا نوشته شده که من نمیتونم بخونم فقط میگم خلاصه. نوشته که دستور سری چرچیل به جنرال ویول که نیروهای خود را برای حمله نظامی به ایران آماده کند و تذکر ویول به او. چرچیل به ویول، جنرال ویول، فرماندار ارتش بریتانیا در هند بود، بهش دستور داد که آماده بشه که باید به ایران حمله کنند، چون از یک طرف به ایران حمله میکنند، از یک طرف هم روسیه به ایران حمله میکنند و از دو طرف حمله میکنند. جنرال ویول به چرچیل تذکر میده، میگه آقای چرچیل ارتش ما ضعیفه،
ارتش ایران قویه، ارتش ایران قویه نشین ارتش رضا شاهی، و از اون طرف قوای روس که میخواد بیاد وارد ایران بشه نیروهای خسته و بی تجهیزاته و ما به این شکل درگیر جنگ طولانی میشیم با ایران و خوبه به این یک کاری یک فکر بکنیم. آقای چرچیل بعضی از فرماندهان ارتش رو میخره، یعنی پول میده تا به نفع اون کار کنن. آقای نخجوان، امیدوارم که اشتباه نکنم، آقای نخجوان یکی از عمرای ارتش رضا شاه بود که یه دفعه رفت به ارتش دستور داد، گفت سربازخانه ها منحل، ارتش منحل، سربازا برن خونه هاشون. رضا شاه وقتی فهمید این اتفاق افتاده هفتیر خواست، گفت هفتیر بیارید من بکشمش، و اونقدر عصبانی بود که اگه هفتیر می آوردن میکشت، درجهش گیری با شلاقش زد تو سرش. گفت چرا دستور دادی ارتش منحل بشه؟ این از یک طرف. از اون طرف در نواحی جنوب ایران، نیرو دریای ایران، نماینده انگلیس در اونجا گفتش که گفتن که رئیس شرکت نفت، رئیس شرکت نفت انگلیس زنش در ایران یک بچه به دنیا آورده و ما به خاطر تولد اون بچه که اولین بچه اینه یه جشن کردیم. همه این فرمانده های کشتی ها رو، ناف های نظامی رو، ایرانی رو، همه رو دعوت کردن به اون جشن در اون باشگاه و شروع کردن پذیرایی کردن. در این هینی که از اینا پذیرایی میکردن، اون افراد نیروی دریایی انگلستان اومدن وارد شط العرب شدن، اومدن کشتی های ایرانی رو چه در خلیج فارس چه در شط العرب زدن و شبانه تمام چراغایی که مثلا فرض کنید که نباید نصف شب روشن بشه تمام روشن کردن که این نیروی امریکا، ببخشید نیروی انگلیس، اشتباه نکنه و بتونه بیاد اینا رو قشنگ بده. کشتی های بی فرمانده ایران رو به زیر آب فرستادن. و به این ترتیب هم نیروی دریایی ایران رو به بردن، هم نیروی زمینی در بین بردن و اومدن وارد ایران شدن از شمال جنوب و رضا شاه رو مجبور کردن که استعفا بده. در وادار کردن رضا شاه به استعفا باز دروغ گفتن، باز حیله زدن. انگلیسی ها گفتن آقای رضا شاه ما با شما خوبیم، روسا بیان شما رو میکشن، روسا رسیدن تا کرج، شما وقت ندارید تکون بخورید، تصمیم گیرید باید از تهران برید بیرون، برید بچونو با کشتی برید. گفت کجا برم؟ گفت ما شما رو میبریم به بمبئی در هندوستان، اونجا میذاریم تو. گل زدن دیگه، دوست شاه ما هر دوتاشون گل خوردن. به این طریق رفت تو کشتی، کشتی رفت نزدیکای بمبئی، وسط دریا لنگر انداخت. گفتم پس چرا نمیریم بمبئی؟ گفت نه، تصمیم عوض شده، از اینجا میریم به جزیره موریس. پس چه اینجا بایستدی؟ اینجا بایستدی من که هرچی میخواد پول بده ما بریم بمبئی براش بخریم. خانواده پادشاهی بودن، پسرهای رضاشاه، دختراش، خانوادهش بایش بودن، ما هر کدوم مثلا یه چیز میخواستن گفتم بریم برمون بخریم. بعد از اونجا گویا کشتی عوض کردن، کشتی دیگه اومد، اونا رو سوار کرد، برد جزیره موریس. به آقای محمد رضا شاه هم آقای کارتر در شب کریسمس سال قبلش به آقای محمد رضا شاه گفت شما آدم بزرگی هستید، ایران خلیه جزیره ثبات در منطقه است، شما هلید و برید. بعد به آقای محمد رضا شاه گفت شما بزرگترین رهبر جهان هستید. من هم امروز یه نفر به من گفت استاد، گفتم به من نگو استاد، من در مقام استادی نیستم. گفت نه شما خیلی، گفتم به همین این جلن برد گفتم گاهی که من جای بهش گفتم، نه من جای محمد رضا شاه بودم به من گفت تو بهترین رهبر دنیا هستی. گفتم مادر همه چه ببخشید خیلی مردم هم این کلامی زشت دن هست، چه دروغ میگی؟ که گفت من بهترین رهبر دنیا، قوی ترین بهترین رهبر دنیا، یعنی مثلا من از فرض کنید که جنرال دوگل و چرچیل هم بالاتر هم.
برحال اونم گولش دادن بهش گفتن آقا میخوایم بین اسرائیل و مصر صلح بشه، شما خوبه برید اونجا صحبت کنید. بعد که رفت دیگه راش کردن امریکا و بدبختی هایی که سرش آوردن. خب من بسیار سپاسگزارم از اینکه به برنامه توجه کردید، از آقای امید و امیدوار بسیار بسیار سپاسگزارم، از آقای ناصر توکلی بسیار سپاسگزارم، از آقای پارسا سربی تشکر میکنم، از همه شما عزیزان که در منزلاتون من راه دادی سپاسگزارم، براتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنم.